فوری مخالفان سیاسی محمد اشرف غنی در آستانه اتحاد سیاسی و جواب کوبنده عطا محمد نور به عبدالله عبدالله. لطفاً تا پایان ویدیو با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بشیر احمد قاسانی در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: ائتلاف ضد تقلب، محمد محقق با بیش از 30 عضو شورای ملی بعد دیدار جنرال دوستم به شبرغان رفته است. در همین حال حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال دوستم در صفحه فیسبوک رسمیش چنین نگاشته است: گروه پارلمانی صلح و عدالت با پاس حمایت از نیروهای امنیتی و روحیه بخشیدن به نیروهای محلی ولایت ناامن شمال کشور، جلالت مآب الحاج استل جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را مورد تقدیر ولسی جرگه کشور قرار دادند. در اعلامیه این حزب آمده است که در این نشست جناب استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان نیز حضور یافتند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری پس از دیدار با گلبدین حکمتیار بعد دیدار رحمت الله نبیل دیگر نامزد ریاست جمهوری رفت. آقای عبدالله و نبیل در خصوص انتخابات، گفتگوهای صلح و وضعیت پیش آمده در کشور با هم بحث و مشورت کردند. رئیس اجرایی همچنان دیروز با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و دیگر نامزد ریاست جمهوری دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره انتخابات ریاست جمهوری، آخرین تحولات سیاسی کشور و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کردند. هنوز در مورد این دیدارها جزئیات کامل منتشر نشده است، اما خبرهای تایید نشده وجود دارد که حاکی از ائتلاف این سه تیم برای استادگی در برابر تصمیم کمیسیون انتخابات و تقلب است. این دیدارها پس از آغاز مجدد روند تفتیش و بازشماری آرا و معتبر دانستن 137,000 رای قرنطینه شده توسط کمیسیون صورت گرفته است. هر سه نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری و همین طور شورای نامزدان ریاست جمهوری با بازشماری آرا مخالفت کردند. در این میان تنها دسته دولتساز موافق فیصله کمیسیون انتخابات است. واکنش تند عطا محمد نور بعد دیدار عبدالله با حکمتیار. با گزارش خبرگزاری دید، عطا محمد نور بعد دیدار عبدالله عبدالله با حکمتیار واکنش نشان داده است. عطا محمد نور گفته است: با کسی که قهرمان ملی کشور را نوکر ISI بخواند و با کسی که به یک جغرافیای قهرمان پرور توهین کند و جنجالان آن را کلینر بخواند، چگونه میتوان اتحاد و اتفاق داشت؟ شماره از بزرگان و شخصیت ها که از ذکر نامشان اخلاقا میگذرم به من گفتند مجاهدین به اتحاد، همبستگی و همسویی نیازمند است. اختلافات را کنار بگذارید و با آقای حکمتیار توافق و نشست داشته باشیم. جواب من: اتفاق، اتحاد و همبستگی یک اصل انکارناپذیر است و ما به آن نیاز حیاتی داریم. آقای حکمتیار نیش زبان، اندیشه تفاوت طلبی و تفرق قومی را از خود براند. من حاضرم با ایشان به خاطر مساله ملی تفاهم نمایم. کسی که رهبر فقید ما و قهرمان ملی کشور را به عنوان شهید بزرگ و قهرمان ملی کشور قبول ندارد. کسی که قهرمان ملی کشور را نوکر ISI بخواند. کسی که به یک جغرافیای قهرمان پرور توهین کند و جنرالان آن را کلینر بخواند. کسی که در آخرین مناظرش احمدشاه مسعود را با دیده درانی قهرمان ملی نمی پذیرد. کسی که حزب بزرگ و فراملی ما را که نقش اساسی در جهاد و مقاومت داشت جهادی قبول نکند. و سرانجام کسی که خلاف روحی ملی زبان و تبار ما را توهین کند، چگونه با او اتحاد، توافق و نشست داشته باشیم؟ من به آقای حکمتیار
به عنوان یک رهبر جهادی احترام دارم، اما دیدگاه منتقدانه من نسبت به رویکرد و دیدگاه هایشان است. در چنین حالت اگر من به دفتر آقای حکمتیار می رفتم قبول داشتید؟ این در حالی است که با گزارش صدای امریکا کمیسیون مستقل انتخابات گفته است برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی کامل داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود، این کمیسیون آمادگی های لازم تکنیکی و مالی آن را دارد. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به صدای امریکا گفت که در حال حاضر برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان آمادگی می گیرند. آقای سادات افزود از نگاه مالی کمیسیون مشکل ندارد و در این عرصه تعهدات صورت گرفته و از نگاه تکنیکی هم کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی این است که اگر انتخابات به دور دوم برود آن را در سراسر افغانستان برگزار کند. کمیسیون انتخابات در حال از آمادگی ها برای برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهد که با گذشت نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات تا اکنون نتایج ابتدایی آن اعلام نشده است. در حال حاضر روند تفتیش و بازشماری آرا با وجود مخالفت های شماری از تیم های انتخاباتی از سوی این کمیسیون در برخی از ولایت ها جریان دارد. آقای سادات گفت که در 15 ولایت روند بازشماری و تفتیش آرا تکمیل شده و در 13 ولایت دیگر این روند هنوز ادامه دارد. این سخنگوی کمیسیون افزود که در 6 ولایت برخی دسته های انتخاباتی و هوادارانشان با کارمندان کمیسیون انتخابات اجازه بازشماری و تفتیش آرا را ندادند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان اعلام شود که به تاریخ 23 عقرب به تعویق افتاد، اما کمیسیون نتوانست نتایج را در تاریخ جدید نیز اعلام کند. هنوز این کمیسیون تاریخ جدیدی برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشخص نکرده است. در همین حال با گزارش اطلاعات روز حکمتیار گفته است تا حذف 300 هزار رای جنجالی کسی حق اعلام نتیجه انتخابات را ندارد. رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی با اشاره به روند بازشماری آرا گفت که این دسته انتخاباتی به شرط با این روند موافق است که این روند در تمام محلات رایدهی انجام شود. همچنان به گفته او در این روند باید ناظران تمام دسته های انتخاباتی حضور داشته باشند. گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی خواستار حذف 300 هزار رای جنجالی از مرکز ملی جمع‌آوری نتایج شده می گوید تا روشن شدن این موضوع هیچ کسی حق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. آقای حکمتیار امروز سه‌شنبه 28 عقرب در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت که علاوه بر حذف این 300 هزار رای باید آرای بایومتریک ناشدن نیز باطل شود. او همچنان در بخشی از صحبت‌هایش خواستار محاکمه عاملان تقلب و جرایم انتخاباتی شد و افزود کسانی که در انتخابات زمینه تقلب را فراهم کردند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. همینطور آقای حکمتیار گفت که شرکت درملوک نیز به خاطر عدم اجرایی تعهداتش در بخش اعلام نتایج انتخابات باید محاکمه شود. با این حال او تاکید کرد که به دلیل وقوع تخلفات انتخاباتی در مراکز و هم محلاتی که دستگاه‌های بایومتریک ناپدید و از سوی دسته حاکم یعنی دولتساز دزدیده شده است، انتخابات باید از سر صورت گیرد. رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی با اشاره به روند بازشماری آرا گفت که این دسته انتخاباتی به شرط با این روند موافق است که این روند در تمام محلات رایدهی انجام شود. همچنان به گفته او در این روند باید ناظران تمام دسته های انتخاباتی حضور داشته باشند. گلبدین حکمتیار با اشاره تلویحی به دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی گفت که بجز این دسته انتخاباتی دیگر تمامی دسته ها با روند بازشماری تمام صندوق های رای گیری موافق است. آقای حکمتیار افزود یگانه دسته انتخاباتی که با بازشماری تمام صندوق های رای گیری مخالفت دارد دسته ای است که 80% آرای تقلبی مربوط آن می باشد.
او اما تاکید کرد که همکنون کمیسیون مستقل انتخابات روند باشماری را در تعدادی از محلات به فرمایش یک دسته انتخاباتی مشخص آغاز کرده است. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای تازه و مهم چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید.